تو واقعا این اتفاق امروز چقدر میتونه صلح رو اونطور که حالا تعریفش رو کردن به منطقه بیاره؟ اساسا چقدر این دو کشور در جنگ هایی که پیش از این بین اعراب و اسرائیل وجود داشته نقش داشتن؟ صلح به معنای اتفاقی که در درون اسرائیل داره میفته، تا جایی که یعنی گفتن این که تأثیری نخواهد گذاشت زیاد سخت نیست، به خاطر اینکه فلسطینی ها به وضوح مخالفت کردن با تمام این توافق ها و اعتقاد دارند که این توافق ها به نفعشون نیست. تشکیلات خودگردان فلسطینی اصولا توافق امارات و اسرائیل رو خنجری توصیف کرد که از پشت به ملت فلسطین زده شده، و همزمان با این مراسم دو راکت شلیک شد از سوی نوار غزه به سوی اسرائیل، دو اسرائیلی هم زخمی شدند که به شکل نمادین نارضایتیشون رو نشون میده. در این مدت هم تظاهرات اعتراض هایی شد. اما در مسئله اسرائیل و اعراب میشه گفتش که یک نقطه عطفی شکل گرفت، به خاطر اینکه مسئول چه که در طرح صلح سال 2002 دست کشورهای عربی رو بسته بود تا امروز از اینکه عادی سازی بکنن روابطشون رو با اسرائیل، تا اندازه زیادی الان دیگه مسئله نیست، به خاطر اینکه بحرین خصوصا، حالا امارات که صدر رو شکست، و بحرین کشوری هستش که همه میدونن بدون چراغ سبز عربستان به چنین توافقی دست نمیزنه. ممنونم کیوان، اجازه بده یک بار دیگه تلاشمون رو بکنیم ببینیم ارتباط ما برقرار هست یا نه. آقای مهرگان، صدای من رو اگه میشنوید چند کلمه صحبت کنیم ببینیم صداتون چطور هست. صداتون رو میشنوید؟ بله، صداتون رو میشنوید. آقای مهرگان، میخواستم صحبت‌های، حتما شما صحبت‌های امروز رو شنیدید در کاخ سفید، نظرتون رو به ما بگید. به نظر شما این توافقی که به اسم توافق تاریخی از طرف دونالد ترامپ خونده شد چقدر تأثیر واقعا تاریخی در منطقه داره؟ ببین، چیزای مختلفی میتونه تاریخی خونده بشه، هم فجایع و هم پیروزی ها و هم هر چیز دیگه ای. در این مورد خاص، و من اینو بگم، در تحلیل هایی که من از مهمان های شما شنیدم، به استثنای آقای محسن میلانی، حتی یک بار هم کلمه اشغال به کار نرفت، و باید درک کرد که تمام این نمایش امروز جزوی از ادامه و تداوم پروژه اشغال از طرف اسرائیل. به چه معنا؟ ببینید، همونطور که آقای میلانی هم گفتن، یک فرمول جدید الان به وجود اومده در سیاست خارجی اسرائیل که تفاوت عمده‌ای با سالهای پیش، بلخص همونطور که آقای حسینی گفتن 2002 عربستان داره، و اون اینه که فرمول خیلی ساده است: ما با کشورهای همسایه، بلخص دول عرب، صلح می‌کنیم یا روابط عادی برقرار می‌کنیم بدون حل مسئله اسرائیل. این اصل قضیه، این فرمول جدیده. تا بدون حل مسئله فلسطین منظورید؟ دقیقاً، بله، بدون حل، در واقع بدون خاتمه دادن به اشغال فلسطین. چون در قرارداد سال، یعنی در همین به اصطلاح معاهده یا ترامپ دیل، در واقع همین چیزی که در مورد صلح خاورمیانه در ژانویه امضا شد و با زرق و برق بسیار تبلیغ شد، حتی مقامات فلسطینی حضور نداشتن و شرایطی که بر فلسطین تحمیل میشد حقیقتا حیرت انگیز و مضحک بود. مثلا شما باید به تمامی خلع سلاح بشید و هیچ شکایتی هم به علیه اسرائیل به دادگاه های بین المللی نبرید، و به اضافه شرایط دیگه ای که همش استوار بر خواست اسرائیل و عربستان. یکتون باشه، حتی وقت امارات یا یکی از مقامات ارشدشون گفتن که این قرارداد امروز، ابراهام اکورد، میتونه نقشه های اسرائیل برای خاتمه دادن به شرک سازی رو متوقف کنه، در داکیومنت، در سخنان اسرائیلی ها از کلمه متوقف استفاده نکردن، از کلمه معلق استفاده کردن، به جای استاپ ساسپند. خیلی مهم، یعنی هیچ، در واقع هیچ نقشه، هیچ آمادگی برای پایان دادن به اشغال، برای ساختن شهرک های دیگه، برای گرفتن بیشتر زمین های اسرائیل فلسطینی وجود نداره. بله. حتی برنامه منظم کردن و به نظر شما آیا این مسئله به نظر میاد که الان حداقل برای وزرای خارجی که در این جلسه حضور داشتن و در واقع کشورهای امارات و بحرین به اضافه اسرائیل، بحث صلح بین اسرائیل و همسایگانش هست. یک جوری میخوان بگن مسئله فلسطین مسئله این قضیه نیست، ربطی به این توافق صلح نداره. اما شما فکر میکنید که نه، باید قضیه فلسطینی ها هم به جد در این مطرح میشد؟
این چیزی که شما میگید از همونطور که گفتم دقیقاً فرمول جدید این دوره جدیده، یعنی بعد از ترامپ بلخص تا پیش از این از میکنم مهمانان شما به درستی گفتن همیشه شرط فلسطین، حتی عربستان هم 2002 گفته باید برگرده مرزهای 1967 و غیره، و این جنبه های دو جنبه دیگه هم این ماجرا داره که به نظر من اجازه بدید من بذارید آقای صوفیان مهرم بگم بعد من برمیگردم به شما. آقای صوفیان مهر، به نظر میاد که آقای مهرگان معتقدند که این یک توافقی است که در اون ممکن هست اسم صلح بین اعراب و اسرائیل گفته میشه، ولی در واقع صلح بین چند کشور خارجی هست و نقش فلسطینی ها کلا در این قضايا نادیده گرفته شده. نظر شما چیه؟ ببین از زمان تقسیم فلسطین و پیدایش اسرائیل کشورهای عربی مشکل خودشون رو با اسرائیل، کشور به اصطلاح مشکل فلسطینیان با اسرائیل تلقی نمی‌کردن، بلکه مشکل اسرائیل و میان اعراب تلقی می‌کردن. و اگر اون زمان اعراب به اصطلاح اون طرح تقسیم رو پذیرفته بودن در سال 1948، الان فلسطینیان و یا اون اعراب که اون زمان خودشون رو اصولا فلسطینی نمیدونستن و اصولا هویت فلسطینی وجود نداشت و هویت فلسطینی بعداً در ارتباط با اون دیگری اسرائیلی بودن شکل گرفت، و اگر فلسطینیان اون رو میپذیرن الان کشوری داشتن مرفه‌تر، مستقل و بزرگتر. متاسفانه فلسطینیان دچار این خطای بزرگ رهبران نادان خودشون شدن و اینکه مسئله فلسطین رو تبدیل کردن به این مسئله حیثیتی، به این مسئله اعراب. ولی الان ما چیزی که مواجه باش هستیم اینه که هویت ملی در خاورمیانه داره قوی میشه و به اصطلاح بحث هایی که چنگ میزنه به آرمان‌های فراملی و یا عربیت و یا اسلامگرایی و یا طبقه کارگر یا نمیدونم مظلومان و مستضعفان تضعیف شده. در این قالب شما منافع امارات رو دارید، منافع عربستان رو دارید، منافع بحرین رو دارید و منافع اسرائیل رو دارید، و کشورها به این نتیجه رسیدن که اگر بحرین بتونه منافع خودش رو با اسرائیل حل بکنه، شاید بتونه در کنار او کمک بهتری باشه در کاستن از رنج فلسطینیان. و این مسئله مهمیه و این نشون دهنده یک آگاهی ملی جدید در خاورمیانه داره شکل میگیره که متاسفانه به خاطر سیطره جمهوری اسلامی در ایران ما هنوز دچار همون آرمان‌های پوچ فراملی هستیم و بدون اینکه فکر بکنیم به منافع ملی ایران و ایرانیان. آقای مهرگان، آقای صوفیان مهر فکر میکنن که اگر کشورهای عرب منطقه بتونن با اسرائیل توافقی داشته باشن، شاید در جنب اون بتونن به نفع فلسطینی ها هم کاری بکنن. نظر شما چی؟ حالا این حرفا رو میشه زد که به هر حال به قول معروف این چیزا به هر حال خیلی مالیاتی نداره گفتنش، و این کنید اصلا فارغ از این حرفای انتزاعی، یه چیز نیاز اصلی کشوری مثل امارات و دیگر کشورهای به اصطلاح خلیج فارس نیاز امنیتیه. فروش و اسرائیل تو دنیا نفر اول به فروش تجهیزات امنیتی ضد شورش و تجسس که بهش میگن سرویلنس، و تا پیش از اینم نتانیاهو اشاره میکرد که ما احتیاج داره جهان عرب های تکنولوژی ما، الکتریسیته، به غذا، برق و چیزهای دیگه. متوجه مهرگان، ولی اینها قبلا هم انجام میشد نه؟ به نظر میاد که روابط تجاری برقرار بود، اینطور نبود که هیچ رابطه‌ای نباشه بین این کشورها و اسرائیل. اون چه که الان اتفاق افتاده یک در واقع توافق سیاسی هست، خیلی فراتر از یک توافق تجاری یا یک رابطه‌ای که اینها بتونن از هم مثلا تجهیزات تجسس بخرن یا تجهیزات کنترل مثلا جماعت رو بخرن. به نظر میاد که یک تفسیر بالاتری از این وجود داره. بله دقیقا تفسیر بالاتر، من هم دارم همین عرض میکنم. این که پارت فلسطین به ناگهان از صفحه خارج شد در رابطه اسرائیل با کشورهای اطراف، گویای یک چرخش بزرگه. یک طرف ماجرا فروش اسلحه بزرگ آمریکا به منطقه است که میره همین قضیه F-35 جت های جنگنده و
پهبادها که ظاهرا تا پیش از این میخواستن بفروشن ولی اسرائیل گفت نفروشین، اول باید شرط مثلا این که من تهدید نشم از طرف امارات و دیگر باید محقق بشه. یه برش یک سوی ماجرا اینه، سوی دیگه قضیه جریان ساده تر نفت از خلیج نه تنها به جاهای دیگه منطقه بلکه به طور در بازار جهانی، اینا همش به عنوان محتوای پنهان این قرارداد هست. ولی اونجایی که به قضیه فلسطین رفت ادامه داره، قضیه فلسطین که فقط یه آرمان فراملی نیست، میدونین چند میلیون پناهجو فلسطینی در جاهای مختلف هستن، یعنی تو لبنان که بگیرین، تو اردن که از همه بیشتر، تو ترکیه، سوریه، عراق، جاهای دیگه. نکته اینجاست که این یک خیلی روی زمین این تنش‌ها عملاً وجود داره، مثلا این نیستش که فقط یه آرمان انتزاعی تو سر افراد باشه. همین نسل جوون هم اتفاقاً در نظر بگیریم، کسایی که خانواده فلسطینی داشتن ولی الان در لبنان زندگی میکنن، فکر نکنید نظرشون خیلی بنیادی با نسل‌های پیش فرق داره، چون واقعیت اشغال، واقعیت روزمره، صدای هواپیمای فوق صوتی تو جنوب بیروت میشنوی وقتی اسرائیل میخواد صبح و شب حضور آزمایی کنه. فقط حرف آخرم اینه که این چرخش جدید و اسمشو بذارید تاریخی یا هر چیزی، باید متوجه بشیم که محتواش اینه که کاملا توانو از فلسطین چه برای مذاکره چه برای هر چیزی بگیریم و مستقیما ارتباط داره با پروژه اشغال و گسترش این پروژه، نه فقط در کرانه باختر و جاهای دیگه. در نظر داشته باشید مسئله سرویلنس، تجسس و تجهیزات ضد شورش داره همه جای دنیا رو از اونجا در تا بروکلین و مطمئنن تا تهران یه روزی در بر میگیرد. بله آیه سوفیان، مشخص هست که آقای مهرگان نگران وضعیت فلسطینی ها هستن و اونچه که اتفاق خواهد افتاد برای اونها و خیلی خوشبین نیستن که اگر کشورهایی که حالا با اسرائیل توافق میکنن در آینده در معادلاتشون با اسرائیل، اصلا در معاملاتشون با اسرائیل، حالا اگه بگیم به نوعی برای فلسطینی ها محلی از اعراب قائل باشن. اجازه بدین ما بحث فلسطین رو الان رها بکنیم بریم به سمت ایران و بپرسیم که معنیش برای ایران چی هست. میدونیم که به هر حال تو همین صحبت های امروز صحبت ایران مطرح شد، از طرف خبرنگاران پرسیده شد، آقای ترامپ بخش عمده ای از صحبت هاش در مورد ایران بود. به نظر شما چقدر انزوای ایران رو شاهد هستیم بعد از این چنین تفاهم هایی؟ بسیار. به نظر من اتفاقی که امروز افتاد به اصطلاح دارای پیامدهای درازدامنه که ما در سالهای آینده خواهیم دید و ما هنوز در بطن این رویداد قرار داریم و باید فاصله تاریخی بگیریم تا بتونیم تمام زوایای پیدا و پنهان این توافق رو ببینیم. برای جمهوری اسلامی به دلیل اینکه یک حکومتی برآمده از یک ایدئولوژی صدور انقلاب بوده و یک سیاست خارجی تهاجمی را در پیش گرفته و سرمایه‌گذاری وسیعی روی برنامه هسته‌ایش انجام داده و همچنین برنامه موشک‌های بالستیکش به عنوان یک تهدید جدی برای کشورهای منطقه به وجود اومده، این دریافت تهدید از سوی کشورهای منطقه لزوما بر اساس پرسپشن و دریافت حکومت ها نیست. دقیقا سوال من همین به همین مربوط میشه آقای سوفیامر، چطور به نظر میرسه که کشورهای منطقه یه زمانی اسرائیل رو تهدید خودشون میدیدن الان ایران رو میبینن، این تغییر چطور اتفاق افتاد؟ فقط به خاطر سیاست های جمهوری اسلامی بود یا چیزهای دیگه هم تاثیر داشتهش؟ افول اسلامگرایی و افول پان عربیزم که به اصطلاح همون مسئله آرمان‌های فراملی که خدمتون عرض کردم، افول این ایدئولوژی ها نقش داشته و همچنین بله تهدید جمهوری اسلامی و البته اخیراً تهدید ترکیه باعث شده که این کشورها به همدیگه نزدیک کنه. و در ببین این تهدیدی که کشورهای منطقه از سوی جمهوری اسلامی کنن ناشی از دریافت اونا یا تفسیر اونها از اوضاع نیست، بلکه این یک ریشه عینی و در واقعیته. ببینید وقتی که حکومتی این همه هزینه میکنه روی سلاح‌های تهاجمی و هیچ توجیه اقتصادی نداشته برای برنامه هسته‌ایش و نیروی هوایی نداره و نیروی دریایی نداره، ولی به عنوان این باید اصلا جزء شاهکارهای جمهوری اسلامی بینید که کشوری بدون نیروی هوایی مؤثر، اینو باید با درد گفت، بدون نیروی دریایی و هوایی مؤثر تونسته تهدیدی بشه برای کشورهای منطقه که این موازنه اونا مجبورشن موازنه
قوا به وجود بیارن برای مهار تهدید ایران. ببین جمهوری اسلامی هیچ راهی، هیچ حکومتی نمیتونه با منطق، با استبداد منطق منافع ملی در بیفته. منافع ملی ایران جدای این که چه حکومتی در تهران بر سر کار، اینه که باید روابط عادی، حالا نه دوستان، حالا به مورد اون دوستانه که بهتر، با آمریکا و اسرائیل داشته باشه. شما نمیتونید با به اصطلاح اتکا به اون چیزی که در خیابان‌های کشورهای عربی و یا اون افرادی که در کشورهای عربی چه فکر میکنن در مورد اسرائیل، سیاست خارجیتون رو بر اونها بنا بکنید. جالب آقای صوفیا مهری که میگه، برای اینکه بحث افکار عمومی بارها در طول این برنامه مطرح شده، از بدین آقای مهرگان رو وارد این بحث بکنیم. برای نظر میاد آقای مهرگان هم در این باره ابراز نگرانی کردن که بحث فلسطینی ها به نوعی در واقع بدون در نظر داشت افکار عمومی کشورهای عربی داره فدای توافقهای بین این کشورها میشه. اگه خیلی کوتاه در یک دقیقه آقای مهرگان جمع‌بندیتون رو بگین، فکر میکنید واقعا چقدر افکار عمومی میتونه در دراز مدت نقش داشته باشه در توافقهای اینچنین؟ والا من شخصا از اصطلاح افکار عمومی استفاده نمی کنم و خیلی مشکوکم اینکه افراد دسترسیشون به این چطوره، ولی به هر حال افراد میدونید، کسایی رو میبینین، دوست، آشنا، دانشجو، همکار از کشورهای دیگه، و این خودش با آدم تصورات میده. در مورد ایران قبول دارم که جوری مسئله فلسطین رو استفاده کرد که برای نسلها در واقع ویران کرد، اصلا سیاسی شدن و درک از روابط خارج از کشور و همه چیز، یعنی اهمیت مسئله فلسطین رو جوری کرد که به نظر من نتیجهش دقیقاً شد حرفایی که آقای صوفیا مهرسه، یعنی این در واقع محصول استفاده مکارانه جمهوری اسلامی از فضای فلسطین بود. در خود ایران هم فلسطین رو زیاد ایجاد کرد، اما تصور این که در منطقه یک نیرو هست که اصطلاحی که به کار می‌برن اینه که گسترش طلبه، اونم در قیاس با کشوری که هر 10 سال هر 5 سال یه جنگ را انداخته، یعنی اسرائیل، این مقدار فقط از لحاظ چیز کمی عجیب. اما درسته در اصطلاح حرف‌هایی که امارات و دیگران می‌زنن معلومه ایرانو به نظر میاد لحاظ می‌کنن به عنوان دلیلی که می‌خوان با اسرائیل بدون مسئله فلسطین قرار